بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دوستاني محترم مكرّم بنندقاني شبكي جهاني وصالح حق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمتي شما عزيزان هستم در قسمتي هفتاد النهومي برنامي أحكام فقهي در أحاديث نبوي إن قسمتي از برنامي ما وهمشنين تن قسمتي آيندا إن شاء الله متعال در مورد باب جديد از أبواب نماز خواهد بود که او باب نماز مسافر و نماز مریض هست اسلام عزیز یک دين یسرو آسانی است یک دینی است که د او مصامحتو د و آان آسانی است که برای اطباعو پیروان خود در هر بابی از ابواب آساني را آورده ک از جمله باب مسافرو مریض است که انسان وقتی که سفر میکند سفر خودش یک مشقت است و همچنین وقتی که مریض میشود مریضی خودش یک مشقت است لذا اسلام عزیز در مقابل این مشقت ها در ادای واجبات و فرایض برای اتباع خود برای انسان های برای مسلمان ها آسانی را آورده که او احکامی که در وقتی که انسان مقیم است در حالت اقامت است و همچنین در حالت صحت و جوری است اون احکام فرق میکنه با احکام وقتی ک انسان سفر میکند و وقتی ک انسان مریض و بیمار میشود و این که اسلام یک دین یسرو آسانی است در آحا... اتمتعدددر نصوص شریعت در آیات متعدد و همچنین در احادیث متعدد و در قواعد شرعی این مطلب بیان شده و اسلام عملا نر <أه> بباخنشان داده اللهم تعال میفرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللهم تعال همیشه آسانی را برای شما میخواهد و هیچ وقت سختی را بری شما نمیخواهد و در آیتی دیگر میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها اللهم تعال هیچ نفس را بیش از طاقتی از او مکلف نمیسازد هر انسان را هر نفس را مطابق طاقتی که دارد مطابق از او مکلف میسازد وقتی که انسان در حالت حضر است در حالت اقامت است به اندازه طاقتش او را مکلف میساد اما وقتی که سفر میکند به اندازه طاقتش او را مکلف میسازد وقتی که انسان جور و صحیح است او به اندازه طاقتش مکلف است وقتی که مریض میشود به اندازه طاقت و توانش او مکلف است وهذا رأيت ديگر من فهمت كيف اتقوا الله ما شما از الله بترسيد باندازه كي شما استطاعت و توان دارد و اوامر و فرائز الله متعال را باندازه توانتان باندازه استطاعتان بجا بيارد و همچنين در آيه ديگر من كي ما جعل الله عليكم في الدين من حرج الله متعال برای شما در این دین در این دینی عزیز در این اسلام هیچ حرج و हेج اشكاله, हेج دا هج حرجی نگردانیده در این دین هیچ مشکلی نیست دین دین آسان و آساني هست و رسول اکرم صىالله عليه وسلم در حديث متفق عليه فرمودند ان الدین یسر و لن یشاد الدین احد الا غلبه دین آسان هست احکام دینی به شکل برنامه ریزی شده کی بر انسان مسلمان ادای از او آسان و یصر است و هیچ شخصی در دین سختی نمی مگر دین بر بالای از او غلبه میکند و انسان باید در دین سر خود سختی را نیارد و آسانی هایی که دین برای از او فراهم ساخته از او آسانی ها استفاده کند و همچنین امام مسلم روایت میکند که رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم فرمودند المتنطعون". این جمله را سه بار رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم تکرار کردند که حلق المتنطعون". هلکالمتنتعون کسایی که تشدید میکنند آنها هلاک شوند کسای که در ادای واجبات و فرائیض در دین تشدید میکنند در آنها هلاک شوند و به مرام خود نرسند و همچنین قصه سه نفری که نزد ازواج متهرات آمدن که در حدیث صحیح روایت شده که سه نفر نزد ازواج متهرات آمدن و از آنها در مورد عبادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله قیامشان صیامشان پرسان کردند و وقتی که ازواج متحرات به آنها خبر دادند که رسول اکرم صلی الله علیه و هم روزه میگیرد و هم افطار میکند و هم نماز میخواند و هم خواب میشود و هم با اهل خود کمک و مدد میکند و هم در تسبیح الله،, الله متعال مشغول میشود و هم با خانم های خود شب خواب میکند وقتی که از این کارهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را خبر کردن آنها گفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مغفور له است معصوم است و ما باید یکی از آنها گفتن که ما باید من باید همیشه روزه باشم و هیچ وقت افطار نکنم دیگر گفت که ما باید همیشه شب نماز بخوانم و هیچ وقت خواب نشوم دیگر گفت که ما باید از زنها خودداری کنم و هیچ وقت زن نگیرم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از این قصه از آنها خبر شد در منبر بالا شد و برای از انها گفت که دین دین یسرو آسانی است و دین دین تشدیدو سختی نیست و ما از شما کده در ادای واجبات در اطاعت اللهمتعال حریستر هستم و ما هم روزه میگیرم و هم افتار میکنم و هم نماز میخوانم و هم خواب میشم و هم با زنا مناکحه و ازدواج میکنم و هر کسی که از سنت من رغبت میکند و از جمله من نیست از ملت و از امت من نیست و همچنین قواعد شریع به این دلالت میکند جمله قواعد شریع است که المشقت و تجلب التیسیر وقتی که مشقت بر انسان میآید این مشقت با خود آسانی را می سفر خودش یک مشقت است در مقابل الله متعال آسانی را در ادای نماز در در خوردن روزه برای مسافر قرار داده و همچنین مرض بیماری خودش یک مشقت است در مقابل او الله متعال احکامی را در نماز در روزه برای نمازگزار برای انسان مریض قرار داده واجب گردانیده که مناسب حال از او شخص است پس در تمام واجبات یسر و آسانی است این باب ما باب نماز است در باب نماز آسانی هایی که خداوند آورده این است که الله متعال نماز را اول به تدریج برای مسلمان ها فرض گردانید اول در مکه مکرمه نمازها ها دو درکت فرض شد هر نماز دو در درکتی بود و مسلمان ها فقط دو درکت نماز ادا کردن تا اینکه به مدینه سفر هجرت کردن و بعد هجرت نمازهای دروکاتی در, در سفر به حالت خود ماند و در حضر یا در اقامت به چارکاتی تبدیل شد غیر از نماز صبح و غیر از نماز شام و همچنین نماز وقتی که در شب میاراش فرض شد پنجار کد نماز فرض شد و در نتیجه سوال رسول اکرم صلی الله علیه و متعال الله متعال را تخفیف کرد تا به پنج رکعت پنج وقت نماز رسید وقال إن بانج هو هي خمسين هي خمس وهي خمسون خمسون يعني إن بانج وقت مازس لكن سوابي 50 نماز بر شما داده دا می در مقابل هر نماز ده ثواب که پنج وقت معادل ثوابش معادل با 50 وقت نماز است و همچنین در نماز وقتی انسان سهو الله متعال شریعت اسلامی برای ما سجده سهو را جبران این سهو قرار داده دا مشروعیت کوقتی که انسان مسلمان در نماز صهو میکنه نه که دوباره نمازی خود را اعاده کنه بلکه با کردن دو سرجه صهو این صهو خود را میتواند که جبران کند و همچنین در وقتی وضوع گرفتن بر نماز خصوصا برای مسافرین تخفیف آورده کسایی که در سفر هستند و مسه پوشیده می یا جورا پوشیده می باشن که مسح کنند و همچنین شخص مقیم وقتی که جورا پوشیده می باشن که بر بالای جوراب خود مسح کند و شوشتن پای خصوصا در وقت خنکی ضرور نیست و احکام مسح بر خفین را مشروعیت قرار داده به خاطر آسانی و همچنین احکام تیمم مراد در بدل وضو یا در بدل غسل که وقتی که انسان مریض است یا وقتی که انسان آب نمیابد میتوند که در, مقا... در بدل وضو یا در بدل غسل تیمم بکند و این هم از جمله آسانی های شریعت اسلامی است و همچنین از جمله آسانی های اسلامی است که در مقابل هر عذری یک حکم دیگری را مشروعیت قرار داده وقتی که انسان مریض میشود از او نماز جماعت ساقط میشود و از او قیام در نماز وقتی که استطاعت به قیام ندارد رکن قیام از او ساقط می شود وجوب قیام ساقط می شود و همچنین فرضیت رکوع و سجده وقتی که قادر به رکوع و سجده نیست از او ساقط می شود و حتی که وقتی که هج نمیتوند که قیام کند رکوع کند سجده کند بنشیند میتوند که با ایما و به اشاره نماز بخواند و همچنین وقتی که انسان حالت سفر است سفر می رود چون سفر خودش مشقت است نماز جماعت را برای از اسلام عزیز مشروعیت گرد نماز جمع را که می تواند در بین دو نماز جمع کند و همچنین قصر را مشروعیت گرداند که می تواند که نمازهای دو را چهار را دو رکعت قصرا بخواند و رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث در احادیث متعددی <مارا> ما را ترغیب کردن ما مسلمانها را ترغیب به این کردن که از آسانیهای اسلام باید ما استفاده کنیم و در حدیثی ک امام احمد و همچنین ابن حبان و ابن خذیمه رحمة الله علیهم از حضرة ابن عمر عبدالله بن عمر رضاللهه روایت میکنند ک رسول اکرم صلى اههوسلم فرمودند ان الله یحب ان تؤتی رخصه کما یکره ان تؤتی معصیته الله متعال خوش دارد رضایت دارد به اینکه که مسلمان ها از رخصت از او استفاده کنند و به رخصت های از او عمل بکنند همچنان که خوش ندارد که از کسی معصیتی از او را انجام بدهد کسی که کسی نافرمانی از او را بکند و حب الله متعال علما گفتن که رضایتی از اوست وقتی که میگه الله متعال خوش دارد یعنی از این کار بنده خود راضی می و کره الله متعال که خوش ندارد این کار الله متعال به معنی عدم رضایتی از او یعنی الله متعال از این کار شخص راضی نمی‌شود یعنی الله متعال از این راضی است که هر آنچه که آسانی هایی که در دین برای بنده های خود قرار داده بنده, ها بنده هایش از این آسانی ها استفاده کنند همچنان که از این خوش ندارد که آن چیزهایی چز... چز... که معاصی هست گناه هست آن را انجام بدهند و آن را بکنند و در روایت دیگری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند که ان الله یحب ان يؤتى رخصه كما یحب ان توتا عزائمه همچنان که الله متعال خوش دارد که عزائم از او واجباتی از او جا آورده شود به همین قسم خوش دارد که رخصت از او آن آسانی هایی که در دین قرار داده او انجام او او بندها مسلمان از او او را انجام دهد و این موافق ان فرموده اللهمتعاله است یرید الله بکم الیسره ولا یرید بکم العصر اللهمتعال همیشه در احکام از شما آسانی را میخواهد و هیچ وقت سختی را در انجام احکام از شما نمیخواهد و از جمله انن آسانیها اسلام ان است وقت نان مسافر است در حالت سفر است در ادای نماز برای از او تخفیف آمده و احکامی آمده که اون احکام آسانی را برای این شخص مسافر برمی آورد و بعد دیدن یک میانه برنامه کوتاه در خدمت شما هستم با بیان احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد اینکه انسان نمازگذار انسان مسافر نمازهای خود را به خاطر تخفیف به خاطر آسانی قصرا و جمعا انجام میدهد با ما باشد من <applause> اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن که سکنون لهم والله سمیع بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تسکیه نمایی و برایشان دعا کن به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما عزیزان هستم با سلام و احترامات مجدد گفتم که از جمله آسانی های دین مبنی اسلام برای پیروانش این است که در برای شخص مسافر احکامی را مشروع گردانیده که احکام برای شخص مقیم برای شخصی که در حالت اقامت است برای او نیست از جمله احکام این شخص مسافر این است که وقتی که انسان در سفر می رود شریعت اسلام برای او نمازها را قصر مشروع گردانیده یعنی نمازهای چارکتی را دو درکعت می خاند و در موردی مشروعیت قصر احادیث متعددة از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وارث همچنین قران کریم که ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه درت به میکند که الله متعال میفرماید وقتی که شما در روی من سفر میکنید جناح و گناهی برشماكي بر شما که قصر بخوانید و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و در این روايات شدة أجملة حديث متفق عليه أز أم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله عنها كيشان فرمودا أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر أول وقتك در ابتداء وقتك نماز فرض قردان إذا شد بعد دو ركعت فرض قردان شد تمام نمازها دو دو ركعت بود فأقر الصلاة, الصلاة السفر بعد ذلك مسلمانها به مدینه منوره هجرت کردند نمازها در حالت سفر به مو حالت اولی خود ماند به درکتی ماند و اطمت سلاة الحضری و نمازها حالت حزر حالت اقامت ب تمام شد عن چاروکتی گردید و در روایت امام بخاری آمده كي ام المؤمنين عائشه صدقه رضي الله عنها فرمودن ثم هاجر ففرضت أربعاً واقرت صلاه السفر على الاول بعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرت كردند فنمازهاي دركتي چهار رکعتي فرض شد و سفر به أولي اوليه خود به دركتي مون و همچنين در مسند احمد چنين آمده كي أم المؤمنين عائشه صدقه رضي الله عنها فرمودن الا المغرب فإنها صلاه الوتر فإنها وتر النهار مگر مغرب کسير آه كاد به خدمان يعني قبل از هجرت هم سير بود و از هجرت هم خدمان چرا وتر نهار گفته ميشه وتر روز است و فانها تطول فيها القراءه و همچنین نماز صبح به محالت درکتی خود ماند قبل از هجرت هم درکت بود و بعد از هجرت هم به محالت خود درکت ماند چی در سفر و چی در حضر به خاطر چی به خاطر از اینکه در این دراز خوانده می شود چون قرائات در دراز خوانده می شود روز رکعت گردانده نشد به مو درکت خود ماند و در مورد اینکه آیا خواندن نماز در سفر قصرا دو درکات واجب است یا سنت است علمای احناف رحمت الله علیهم رأیشان این است که خواندن قصر در سفر واجب است کسی که مسافر است حق ندارد که نماز خود را تکمیل بخواند چهار بخواند بلکه سرش واجب است که نماز خود را درکتی بخواند بنا به این احادیث ام عایشه صدیقه که در او آمده که فریضه کلمه فرض به این که واجب است یعنی همچنان که قبل از هجرت دو رکعتی واجب بود مگه به حالت یمو وجوب خود در حالت سفر بعد هجرت ماند یعنی همچنان که قبل از هجرت دو رکعت بود بعد هجرت هم در حالت سفر دو رکعت واجب و فرض است و همچنین گفتن که احادیث دیگری هم به این مفهوم دلالت میکند به این معنا دلالت میکند از جمله حدیثی که امام مسلم از ابن عباس رضی الله عنه عنهما عنه روایت میکند که ایشان فرمودند ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الله متعال نماز را رسول بر زبان پیامبرتان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بر شما فرض گردانيده حضرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرمودند عنه فرمو الله متعال با رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نماز را بر بالاي شما فرض گردانيده چگونه فرض على المسافر ركعتين وعلى المقيم اربعا بر بالای مسافر دو رکعت نماز را فرز گردانیده و ببالای مقیم چار رکعتی و همچنین امام طبرانی در معجم کبیر از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند صلاة المسافر رکعتانی نزلتها من السما نماز مسافر دو دو رکعت است و این حکم از آسمان پایان شده از آسمان نازل شده و این دلالت به این میکند که فرض است فا این شیتم فردوها اگر شما خواسته باشین را رد کند که شما حق رد کردن را ندارید چون این حکم از آسمان از طرف الله متعال بر شما نازل شده وهمشنين علماء جملة ابن قيم رحمة الله عليه در هدي الصاري وعلماء دجار هدي النبوي وعلماء دجار بين أمر رجعان كردن وقفتن كي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم در هيش سفر از أسفار خود نماز چاركاتي را كامل نخوندن بلکه هيج از رسول أكرم صلى الله عليه وسلم صحابي نيس كي نمازهای خود را در سفر تکمیل خوانده باشند بلکه همیشه نمازهای خود را در حالت سفر دو رکعتی می که غیر از نماز فجر که خودش دو رکعت است و غیر نماز مغرب که سه رکعت می چه در حالت سفر و چه در حالت حضر اما جمهور علما از جمله ائمه امام مالک و امام شافعی و امام احمد رحمت الله علیهم رأیشان این است که خواندن نماز در سفر قصرا یعنی دو رکعتی سنت مؤکد است واجب نیست اگر کسی تکمیل هم خواند اشکالی ندارد و دلیل گرفتن به این فرموده الله متعال که لا جناح علیکم و ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه وقتی که شما در زمین سفر میکنید ناندار شما نمازهایخودرا قصربنفاناعلمفتدبامناین حکم واجب نست بلک سنت مؤکده هست وهمچنین احادیث دیر فتن از رسولاموسثبته ثک امامنااز امالؤمنینعاصقرههروات مین که اشان فرمودن اعتمرتم انبصوسموباسولام وممره ردم وقتیک وارد مکه شدم ما قفتم يا رسول الله بأبي أنت وأمي حضرت وأتممت أي رسول أكرم صلى الله عليه وسلم بدر مادرم في شما نمازه هاي خود را سفر قصر خوردن لكن ما نماز خود را کامل وأفترت و أي و سمتو ای رسول خدا شما طول سفر روزه خود را خوردید اما من روزه, من رسول اکرم صلی الله علیه و برای حضرت عایشه رضی الله عنها فرمودن که احسن تا یا عایشه تو کار خوبی کردی و گفتن این دلالت به این میکند که یعنی جواز داره اگر کسی تکمیل بخوانه جواز داره همچنان که کسی که اگر روزه خود را بگیره جواز داره و اشکالی ندارد لیکن علمای احناف و علمای دیگر فرمودن که این حدیث در سندش راویان ضعیف است و این حدیث حدیثی ضعیف است و همچنین امام بیهقی رحمت الله روايات ما كانت كرسول الكرام صلى الله عليه وسلم كيوم المؤمنين عائشة صديقة رضي الله عنها فرمودا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم كرسول الكرام صلى الله عليه وسلم هم در سفر قصر مكردن وهم إتمام مكردن و أو هم هم قصر میکنن و هم امتام امتام میکردن و هم روزه خود را رو میخوردن و هم روزه میگرفتن و همچنان این حدیث هم در سندش راویانی هست که حکم به تضعیف از شده لذا قول علماء احناف اکثر محققین ترجیح دادن و او این است که در نم... خواندن نماز ها قصرا در سفر یعنی يعني دو, دو واجب است و صنت مؤکده نیست و لازم است که کسی کی در حالت سفر است نمازهای خود را قصر بخواند و احادیث دیگری هم به این امر دلالت میکند به مشروعیت قصر در سفر از جمله حدیث ک ابن عمر احاديث متفقنا عليه ابن عمر رضي الله عنه كشان فرمودا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان كذلك كمان صلى الله عليه وسلم دار دار با رسول اكرم سلم در اسفار متعدد در سفرهای متعدد همراه بودم و همچنین با بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم همراه بودم هيج یکی از در در سفر از دو رکعت نماز بیشتر نمیخواندن در نمازهای درکتی در نمازها را دو دو در رکعت میخواندن و همچنین در امام مسلم روایت آمده که رسول کی عبد بن عمر رضی الله عنه فرمودند فلم یزید علی رکعتین حتی قبضه الله عز وجل که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام در حالت سفر هیچ وقت نماز خود را از دو رکعت بیشتر نخوندن تا که وفات کردند وهمچنين امام احمد و امام نسائي و ابن ماجه از عبدالله ابن عمر رضي الله عنه روایت كردند كهشان فرمودند صلاة المسافر ركعتان و صلاة الفطر ركعتان و صلاة الاضحى ركعتان صلاة مسافر دو رکعت است و صلاة فطر صلاة الفطر و صلاة يعني نماز عيد الفطر و نماز عيد الأضحى هر دو دو رکعت است و همچنين نماز جمعه دو رکعت تمام من غير قصر على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن این خاندان خاندان خواندن که خواندن ونماذج جمعه و نماز فطر و نماز عید تمام قصر نیست سفر قصر است و این حکم بر واجب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سلم محمد صلى الله عليه وسلم بس پس حال که ما بنا به قول جمهور علما نماز را در سفر خواندن نماز را قصرا در سفر سنتی معکده بگیم یا به قول علما احناف رحمت الله علیهم و محققین که واجب بگیم به هر صورت از رسول اکرم صلی الله علیه و به این اتفاق نظر دارن که از رسول اکرم صلی الله علیه و هیچ صابی نیست که در سفر نمازهای چارکتی را تکمیل خوانده باشند بلکه همیشه در تمام اسفارشان نمازهای چارکتی را درکت قصرن می خوندن و خواندن قصر جمهور علما قولشان این است که در تمام سفر مباح خوانده می شود هر سفر مباح چه سفر حج سفر طاعت بوده باشد مثل سفر حج و سفر جهاد و یا سفر سیاحت مباحه بوده باشد یا سفر تجارت بوده باشد که مباح بوده باشد نمازهای قصر نماز نمازها خواندن قصر در نماز در سفر قصرا مشروع است و در سفر طاعت شرط نیست که در سفر طاعت یا مثل سفر حج و سفر جهاد بوده باشه بلکه هر سفری مباح میتوند که انسان مسلمان نمازهای چارکعتی را دو رکعت خوانده قصرا انجام بدهد و عملا به فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عملا با فعل خلفای راشدین و صحابه کرام و عملا با قول رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و عملا با فرموده الله تعالى که لا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة و در اینجا وقت برنامه ما به خاتمه تا لقاء آینده با شما الله في زمكنا وان شاء الله در قسمت آینده ادامه این مطلب را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلى الله عليه وسلم سلم شما بیان خواهم کرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>